فرمودند که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند برگزیده است آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران بر جهانیان. یعنی خب منظور جهانیان گفتیم در هر نسلی، در اون نسل خودشون. با اینکه آل عمران شامل آل ابراهیم میشه دیگه، آل عمران از ذریه ابراهیم هستن، اما به خاطر صحبتی که از اونهاست و ویژگی خاصی که دارن، خداوند آنها را مستقلا هم یاد کردند. ذریه بعضها من بعد، ذریه‌ای که از همدیگه هستند در پاکی، در عفت، پاکدامنی، در توحید، خداوند سمیع و علیم هست. آنگاه که زن عمران گفت که، دقت کنید، امرأت عمران، ترجمه میشه بیرندگان عزیز، امرأت عمران، زن عمران. پس عمران پدر کیه؟ حضرت مریم. و مریم ابنت عمران که در سوره تحریم میخونیم، و مریم ابنت عمران، دقت کنید من اینو بیارم در سوره باز برمیگردیم، مریم ابنت عمران، اگه اشتباه او بخشید این به فارسی، خب اگه بیانم این میار یا نه، بله دقت کنید، و مریم ابنت عمران، مریم دختر عمران. اونجا هم در سوره مبارکه فرمان که چی؟ و مریم ابنت عمران، مریم اونجا امرأت عمران گفتن، همسر عمران. برگردیم به بحث خودمون. پس امرأت عمران میشه پدر حضرت مریم. وقتی که باردار میشود، امرأت عمران میگه که بار الها، من آنچه که در شکم خودم دارم اونو آزاد قرار دادمش، یعنی این که برای بیت المقدس، وقف بیت المقدس باشه، خدا از من قبول کن، چرا که تو شنوا و دانا هستی. زمانی که فرزندش به دنیا اومد گفت که بار الها، من دختری به دنیا آوردم، خداوند داناتر هست به فرزندش و پسر مانند دختر نیست، برای اینکه خدمت کند در بیت المقدس، و من او را مریم نامگذاری کردم و مریم و فرزندش رو به تو پناه میدم از شر شیطان رانده شده. خداوند اونو قبول کردند به زیبایی و پرورش دادن، پرورش زیبایی، و زکریا را مسئول سرپرستی مریم قرار داد خداوند، و میشه بگیم که زکریا سرپرستی او را به عهده گرفت. هرگاه که زکریا وارد اتاق عبادت مریم میشد، اتاقش میشد، میدید که در نزد او رزق و روزی هست. میگفت که ای مریم، از کجا این برای تو رزق و روزی؟ من مسئول سرپرستی، من باید برای تو غذا بیارم، رزق و روزی با من هست، من باید برای بیارم، کسی دیگه نیست. که میگفت که این از نزد خداست، خداوند هر کس که بخواهد بدون حساب روزی خواهد داد.